وزیر دفاع طالبان از بازگاه های نوتسیز در امتداد خط فرضی دیورن در کنر بازدید کرد. طالبان: خواهان روابط بهتر با روسیه هستیم. نخست وزیر ازبکستان وارد کابل شد. طالبان در هلمند یک نظامی حکومت پیشین را تیرباران کردند. جنگجویان طالبان بالای پسر 12 ساله در تخار تجاوز جنسی کردند. جسد 5 نظامی پیشین افغانستان در پاکستان پیدا شد. و طالبان برای ادعای پناه دادن به TTP از پاکستان مطرح خواست. باید خدا به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. طالبان: خواهان روابط بهتر با روسیه هستیم. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که این گروه خواستار روابط بهتر با روسیه است. شاهین این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری نیوسیتی که روز شنبه 25 اسد نشر شده بیان کرده است. این مقام طالبان افزوده است که در گذشته به دلیل نزدیکی رهبران حکومت پیشین افغانستان با آمریکا، بهتر شدن روابط کابل با مسکو غیر ممکن بود. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تاکید کرده است که با گسترش روابط میان این گروه و روسیه، آیت‌های از دو طرف باید به کابل و مسکو سفر کند. روسیه طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما طی 3 سال گذشته روابط دیپلماتیکی نسبتاً خوب با این گروه برقرار کرده است. این اظهارات در حال بیان می شود که نزدیک به 2 ماه پیش دیمیتری یونوف سفیر روسیه برای افغانستان گفته بود که طالبان یکی از متحدان مسکو در امر مبارزه با تروریسم هستند. نخست وزیر ازبکستان وارد کابل شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان از سفر یک هیئت ازبکستانی به ریاست عبدالله عارف نخست وزیر این کشور به کابل خبر داده است. این وزارت روز شنبه 27 اسد در اعلامیه هدف از سفر هیئت ازبکستانی را اشتراک در گزارش نمایشگاه محصولات این کشور در کابل و شرکت در نشست دو جانبه با طالبان عنوان کرده است. قرار از این نمایشگاه بعد از ظهر امروز در چمن وزری شهر کابل گشایش یابد. این در حال است که روز گذشته نیز وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان وارد کابل شد. وزیر دفاع طالبان از بازگاه های نوتسید در امتداد خط فرضی دیورن در کنر بازدید کرد. وزارت دفاع طالبان می گوید ملا یعقوب مجاهد روز جمعه از بازگاه های ایجاد شده در امتداد خط فرضی دیورن در ولسوالی دنگام ولایت کنر بازدید کرد. طالبان مرز میان افغانستان و پاکستان را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن به عنوان خط فرضی یاد می کند. وزارت دفاع طالبان در خبرنامه ای نوشت که ملا یعقوب مجاهد بعد از ظهر روز جمعه 26 اسد از این منطقه بازدید کرده است. ملا یعقوب در دیدار با نیروهای مرزی طالبان برای دفاع از سرحدات و تامین ایرازی بر ایجاد بازگاه امنیتی جدید، فراهمسازی امکانات و تدارک نیروهای مرزی اطمینان داده است. وزیر دفاع طالبان در حال از نقاط سرحدی بازدید می کند که اخیراً نیروهای طالبان با مرزبانان پاکستانی در گذرگاه دورخم درگیر شدند. طالبان در هلمند یک نظامی حکومت پیشین را تیرباران کردند. منابع محلی در هلمند در تماس با خبرگزاری مقاومت گفتند که یک نظامی پیشین در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت از سوی طالبان تیرباران شده است. به گفته منابع محلی، این نظامی پیشین عبدالظاهر نام داشت که امروز جمعه 26 اسد در منطقه کارز شهر لشکرگاه کشته شده است. به نقل از منابع، او به حیث قماندان میدان هوایی بس و در چندین ولسوالی دیگر به عنوان قماندان توله در حکومت پیشین کار کرده بود. منابع می افزایند که برادر مقتول آجی طیب نام دارد که رئیس عدله در ولایت های هلمند و نیمروز در حکومت پیشین بوده و متعلق به بزرگان قوم بارکزی هست. منابع علاوه می کنند که نظامی پیشین مصروف کاربار شخصی در 3 سال گذشته بوده است. جنگجویان طالبان بالای پسر 12 ساله در تخار تجاوز جنسی کردند. منابع محلی در تخار در تماس با خبرگزاری مقاومت گفتند که شماره جنگجویان این گروه در این ولایت بر یک کودک پسر که 12 سال سن دارد تجاوز جنسی گروهی کردند. منابع می افزایند که این حادثه روز یکشنبه 21 اسد در مکتب شیری ولسوالی تخار رخ داده است. به گفته منابع،
جنگجویان طالبان این پسر 12 ساله را در یک پست نظامیشان برده و بر او تجاوز جنسی گروهی کردن. منابع علاوه می کنند که این کودک خواهرزاده یکی از فرماندهان خیزش های مردمی در حکومت پیشین است. به نقل از منابع، وضعیت کودک وخیم است و برای تداعی به قنداز منتقل شده است. جسد پی نظامی پیشین افغانستان در پاکستان پیدا شد. منابع از پیدا شدن جسد پی نظامی حکومت پیشین افغانستان در ایالت بلوچستان پاکستان خبر دادند. یکی از این منابع روز جمعه 26 اسد گفته است که این سربازان در منطقه چاقی ایالت بلوچستان بر پایه های برق حلقاوی شدند. ویدیوهای نشر شده از سوی گروه جشن العدل نشان می دهد که نظامیان کشته شده در بند این گروه بودند. در همین حال یک منبع از ولایت هلمند کشته شدن این پی نظامی حکومت پیشین را تایید کرده است. به گفته این منبع، کشته شدگان روزی خان، سمیع الله سنگری، اسحاق زی و رحمت الله نام داشتند. منبع اضافه کرده است که این نظامیان باشنده اصلی منطقه چامیزای ولسوالی نادلی هلمند بودند. بر اساس اطلاعات این منبع، نظامیان کشته شده پس از فروپاشی نظام جمهوریت به ایالت بلوچستان پاکستان فرار کرده بودند. طالبان برای ادعای پناه دادن به تی تی پی از پاکستان مطرح خواست. به دنبال انتقاد پاکستان از طالبان افغان مبنی بر پناه دادن به طالبان پاکستانی یعنی تی تی پی در افغانستان، این گروه از اسلام آباد خواست شواهد خود را ارائه کند. رسانه های پاکستان گزارش دادند که پس از انتقادهای مقام های این کشور از طالبان افغانستان، این گروه خواهان نشان دادن شواهد دولت پاکستان برای اثبات پناه دادن به تی تی پی شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از اظهارات اخیر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش دادند که افغانستان خواهان روابط خوب با طالبان و مناسبات برادری میان یکدیگر است. بر اساس گزارش رسانه های پاکستان، او گفته برقراری رابطه سازنده به نفع دو کشور است. در عین حال، افغانستان هرگز اجازه سوء استفاده از قلمرو خود علیه دیگر کشورها را نمی‌دهد و اگر پاکستان شواهدی در این خصوص دارد، باید با ما به اشتراک بگذارد. در همین حال، سخنگوی طالبان آمادگی این گروه را برای میانجیگری بین دولت اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان تشدید کرده و افزوده که این بستگی به طرف پاکستانی دارد. در غیر این صورت، این پدیده یک موضوع داخلی پاکستان است و آنان باید به این مسئله رسیدگی کنند. بر اساس این گزارش، فرمانده ارتش پاکستان در روزهای اخیر در اظهارات افغانستان را کشور همسایه و برادر اسلامی پاکستان دانست. سپاس که تا ایندم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.